قبل أسبوعين الأيام الماضية جاءوا إلي شخصين وطلبوا مني أن أذهب معهم إلى زيارة إيران لحضور حفلة هناك، وعرضوا علي مبلغ 2,000,000 دينار وبندقية الصيد، ولكن اتضح لي ان هؤلاء هم تابعين الى مؤسسة هابليان التي اسستها حكومة ملالي طهران، والتي تعمل لصالح الاطلاعات الإيرانية في داخل العراق. واتضح لي انهم يقومون بهذه الأعمال على شكل حملات دعوة إلى زيارة الإمام الرضا، وعلى شكل دعوة إلى الغرض العلاج في إيران. با سلام به بینندگان عزیز برنامه پرونده. اونچه ملاحظه کردید یکی از آخرین نمونه طرح‌ها و توطئه‌های رذیلانه آخوندها علیه شهر اشرف، بردن افراد و شخصیت‌های عراقی به ایران و تطمیع و فریب اونها شیوه شناخته شده گشتاپوی آخوندی در جنگ روانی علیه مجاهدین اشرف با هدف زمین سازی برای توطئه، لجن پراکنی و نهایتاً اقدام تروریستی علیه اونها. برنامه این هفته پرونده هم به بررسی همین موضوع اختصاص داره و در طول برنامه آقای حمیدرضا حکیمی ما رو همراهی میکنن. به کارگیری تهدید و تطمیع توأم از روش‌های شناخته شده یه رژیم برای فشار روی افراد و به خدمت گرفتن اونها در جهت اهداف خودش. البته این موضوع ناشناخته ای نیست، ولی از بابت روش‌های کار از آقای حکیمی خواستیم که در این باره توضیح بدن، چون طبعا رژیم و وزارت اطلاعات تلاش می‌کنن که هرچه کمتر خودشون رو در این زمینه‌ها علنی کنن. در مورد سوالتون عرض کنم که کاملا درسته، این رژیم و وزارت اطلاعاتش اونقدر تو افکار عمومی عراق و منطقه مثل داخل ایران بدنامه که جرأت اینکه علنی وارد بشن و شخصیت ها رو دعوت بکنن ندارن. به محض اینم که دست این ارگان رژیم توی یک کاری رو و آشکار میشه، از دورش مردم پراکنده میشن به خاطر شدت تنفر و انزجاری که مردم از این رژیم و اسمش دارن. بنابراین وزارت اطلاعات و نیروی قدس دست به تأسیس ارگان های از این قبیل زدن تا پشت اونا پنهان بشن. یکی از شناخته شده ترین این ارگان های به اصطلاح غیر دولتی کانون هابلیانه که با انتخاب این اسم هم میخواد خودشو قربانی وانمود کنه. البته این شاخه وزارت اطلاعات برای مردم ایران شناخته شده است، اما به نظر میاد وزارت اطلاعات روی ناشناخته بودن این ارگان برای عراق و توی عراق حساب کرده و بهش مأموریت مخدوش جلوه دادن و مخدوش کردن چهره مجاهدین اشرف رو واگذار کرده تا شاید از این طریق بتونه به اشرف ضربه بزنه و موقعیت اونو متزلزل کنه. البته ما هم میگیم بذار وزارت اطلاعات سر خودشو هی به این صخره بکوبه تا ببینیم نهایتاً کدوم میشکنه و در و داغون میشه. روزنامه اخبارالخلیج در تاریخ 19 مرداد 87 مینویسد سفارت ایران در بغداد برای نخبگان عراقی سفرهای سیاحتی مجانی به ایران به منظور تایید رژیم برنامه ریزی میکند. این روزنامه به نقل از دارالنشر آزاد می‌نویسد جمعیت هابیلیان که دعوتنامه‌هایی را برای نخبگان عراقی ارسال می‌کند یک شاخه اطلاعات ایران است که تحت پوش سازمان مجتمع مدنی فعالیت می‌کند. این شاخه تحت نظر محمد هاشمی افسر اطلاعات ایران است. اطلاعات ایران این سفرها را که شامل میهمانی‌ها و جابجایی و اسکان در هتل‌های درجه یک است برنامه‌ریزی و هزینه می‌کند و در مقابل از این شخصیت‌ها خواهان تایید سیاسی رژیم ایران و محکوم کردن مجاهدین می‌باشد. در هشدار دارالنشر همچنین آمده است برنامه این سفرهای سیاحتی شامل دیدار از قبر خمینی، مؤسس جمهوری اسلامی و توزیع جزوات و سیدی‌های مختلف است.
همچنین از دعوت شدگان می‌خواهند که با ارگان‌های اطلاعات ایران همکاری کنند و یا از نیروها و احزاب طرفدار ایران در عراق طرفداری نمایند. دعوت از روزنامه‌نگاران و افراد با نفوذ در رسانه‌های عراق که در پوش کار فرهنگی و یا تبادل فرهنگی صورت می‌گیرد، در حقیقت برای زمینه‌سازی و ایجاد جنگ روانی بر علیه مجاهدین اشرف و سازمان مجاهدین، یعنی رژیم مزدوران رو در مطبوعات استفاده می‌کنه که با استفاده از اقداماتی که اونها می‌کنن اقدامات تروریستی رو بر علیه شهر اشرف زمینه‌سازی کنه. احد الاساليب التي يقوم بها النظام الايراني هي مؤسسات، ومن ضمن هاي المؤسسات هي مؤسسة بابليان التي تقوم بجلب العراقيين للغرض العلاج أو لغرض زيارة الإمام الرضا. فمن خلال هذه الزيارات السياحية والإيرانية أنه استغلوهم للتثقيف ضد منظمة مجاهدي خلق المتواجدة في مدينة أشرف في العراق، والهدف من ذلك أنه هذه المؤسسة نظمت ضد المنظمة، لأنه المنظمة السد المنيع للتدخلات الإيرانية في العراق. گرچه در برنامه‌هایی که تاکنون داشتیم موارد زیادی از اقدامات رژیم علیه اشرف رو افشا کردیم و محور اصلی فعالیت‌های رژیم در این 6 سال رو همین موضوع تشکیل میده، ولی این روزها شاهد اوج بی سابقه ای از توطئه‌ها علیه اشرف هستیم که مواردی از اون رو شیوخ و شخصیت‌های عراقی بازگو کردند. علت این همه توطئه و تحرک از جانب رژیمی که خیلی هم تلاش می‌کنه خودش رو قدرتمند نشون بده چیه؟ چه اتفاقی افتاده که رژیم رو اینطور به تب و تاب انداخته؟ ما از ابتدای سال 87 تا کنون شاهد زنجیره ای از پیروزی مقاومت ایران و مجاهدین اشرف بودیم که بی سابقه بودش و تعادل قوای جدید رو تو منطقه به نمایش گذاشت و رقم زد. از انتشار بیانیه 3 میلیون شیعیان عراق به حمایت از مجاهدین تا خروج نام سازمان مجاهدین از لیست تروریستی انگلستان تا اجتماع 70 هزار نفری ویلپنت پاریس. و به نظر من این پیروزی ها علت اصلی همه این واکنش های دیوانه وار رژیمه، چرا که خود رژیم بهتر از هر کس میدونه که این پیروزی ها چه تأثیری بر روی جامعه ایران داره و میتونه پتانسیل انفجاری جامعه ایران رو فعال بکنه. بی خودم نیست که سرکرده جنایتکار سپاه رژیم در عرض یک ماه دو بار تأکید میکنه که خطر اصلی که نظام رو تهدید میکنه از داخل کشوره و نه از خارج. البته در میان همه این پیروزی‌ها که اشاره کردم بیانیه حمایت 3 میلیون شیعه عراقی جای خاصی داره، چون این برای رژیم یک کلان ضربه استراتژیک بود و به عبارتی بانک استراتژیک رژیم رو در عراق زد، چون تمام سرمایه گذاری که رژیم در عراق کرده بود و به باد داد. رژیم با تبلیغات دجالگرانه خودش سعی کرده بود برای همه طرف‌ها اینطور جا بندازه که شیعه عراق رو توی جیب خودش داره. حالا توی چنین وضعیتی شما تصور کنید که 3 میلیون شیعه جنوب عراق به رغم جو اختناقی که رژیم تو جنوب به خصوص ایجاد کرده بود، یک بار تو یک بیانیه به رساترین شکل رژیم رو طرد میکنن و از مجاهدین حمایت میکنن. و همه هم میدونن که اگه شرایط یک قدری مساعدتر بود یا حتی اگر یک فرصت کمی بیشتر بودش، این رقم به راحتی تا دو برابر میتونست افزایش پیدا کنه. این واقعیت اونقدر بارز بود که رژیم و عواملش با همه فریبکاری و همه دجالگریشون نتونستن به طور جدی اونو نفع و تکذیب بکنن. انا اعتب على الحكومه كيف تسمح لهذه الاعداد الكبيره من الناس من حضور هذه هكذا مؤتمرات. اضافه الى ذلك هناك شخصيات. بنابراین تنها کاری که میتونستن بکنن این بود که سرش رو به سنگ بکوبن. مثلا اگه یادتون باشه یکی از اعضای کمیسیون مجلس رژیم به نام جواد کریمی تو اواخر مرداد ماه گذشته پرده رو کنار زد و در منتهای ذلت اعتراف کرد که موضوع اخراج مجاهدین از عراق موضوع کار اصلی بالاترین مقامات رژیم بودش. اجازه بدید. این فرد گفت
طی سالهای گذشته موضوع اخراج مجاهدین از عراق یکی از محورهای دیپلماسی مشترک ایران بوده و در این خصوص رئیس جمهور، نخست وزیر و نمایندگان پارلمان بارها بر این موضوع تاکید کردند. ببینید نکته قابل توجه دیگه اینه که رژیم تو واکنشاش در واقع ناچار به حمایت عراقی از مجاهدین اعتراف کرده، ولی اعتراضش این بوده که چرا اجازه داده شده تو اشرف چنین جمعیتی از عراقی‌ها اجتماع بکنن و چنین بیانیه صادر کنن. بعد از اونم بودش که همه عوامل رژیم کار اخراج مجاهدین از عراق رو سر دادن. البته بعد از اینکه این جیغ و فریادها هم به جای نرسید و بیشتر به رسوایی خود رژیم و عواملش توی پارلمان عراق و غیر منجر شدش، حالا رژیم به فکر این افتاده که با فریبکاری و با شیوه‌ای که اشاره شد افرادی رو به ایران ببره و از اونها علیه مجاهدین مصاحبه بگیره تا به خیال خودش آب رفته رو به جو برگرده. هي سببها سببها بالنسبة 5 ملايين وميتين من العراقيين اللي متضامنين مع مجاهدي خلق، وخاصة منهم 3 ملايين من شيعة الجنوب أيدوا هذه المنظمة. فكانت إيران مدعية بأنه جنوب العراق هو إلها يعني إلى نظام الملالي. فبعد هذا التأييد إيران كانت تحسب حسابات إلى منظمة مجاهدي خلق. البته فضاحت و رسوایی این گونه روش‌های دجالگرانه و سوء استفاده‌های رذیلانه از شیوخ عراقی اونقدر بالا گرفته که هر روز شاهد برملا شدن نمونه های از اون در رسانه های عراقی و عربی هستیم. به یک نمونه دیگه توجه کنید. روزنامه العراق اليوم طی مقاله‌ای با عنوان پروپاگاندای رژیم ایران نسبت به توطئه این رژیم در اجیر کردن روزنامه نگاران عراقی هشدار داد و نوشت یکی از دوستان از شیوخ عشایر در جلسه مرکب از تعدادی نویسنده و روزنامه نگار و روشنفکر عراقی نظر من را در رابطه با دعوتی برای دیدار از تهران که از سفارت ایران در بغداد برای وی رسیده است پرسید و اینکه برود وضعیت ایران را از نزدیک ببیند. قبل از اینکه جوابم را بدهم یکی از روزنامه نگاران حاضر گفت که وی و تعدادی از همکارانش نیز چنین دعوتنامه ای را دریافت کردند. به آنها گفتم این یک بسیج تبلیغاتی از سوی رژیم ایران است و تلاشی است برای خریدن صداها برای حمایت از موقعیت رژیم در داخل و دادن مشروعیت به آن. مقاله روزنامه العراق اليوم چنین ادامه پیدا می کند. رژیم برای چنین تبلیغاتی دست و دل بازانه از خون دل مردم ایران خرج می کند. دیدارهایی که برای بزک کردن چهره رژیم طراحی و برنامه ریزی شده واقعیتهای ایران را نشان نمی دهند. کما این که در برنامه این دیدارها بازدید از صحنه های اعدام در خیابانها و در انظار عمومی گنجانده نمی شود. رژیم چند روز پیش 29 شهروند ایرانی را به اتهام اراذل اوباش اعدام نمود. این اتهامی است که برای قوانین جهان ناشناخته است و کسی جز رژیم تهران آن را فهم نمی کند. در برنامه این دیدارها مشاهده وضعیت زنان ایران و حقوق از دست رفته آنان قرار ندارد. أساليب مع النظام الإيراني حالياً قاعد يأخذون الشيوخ من العراقيين، عندهم منظمة يسمونها منظمة هابيان، إيش يردون يسوون؟ يشوهون سمعة منظمة مجاهدي خلق وبواسطة الشيوخ العراقيين، يجيبوهم بحجة هم مرضى يشافوهم أو يعطوهم مادة. يقوم النظام الإيراني بالمؤامرات ضد منظمة مجاهدي خلق، لأن منظمة مجاهدي خلق سدا منيعا بوجه النظام الإيراني. هي بالأساس مؤسسة تدعمها إيران ومؤسسة إرهابية، واجب هاي المؤسسة
أن تبث الإشاعات على منظمة مجاهدي خلق الشريفة، هذا واحد. وأخذت تستدرج بعض العقور الفقيرة من الطبقة الفقيرة المعدومة بغسل أدماغهم وإرسالهم إلى الزيارة أو إلى الطبيب بحجة أنه هذه المؤسسة هي مؤسسة إنسانية بحد ذاتها. در تاریخ 3 ژوئن گذشته با دریافت نامه ایمیلی که آدرس info@habilian.com داشت جا خوردم. این نامه به امضای سازمان هابیلیان بود که از من خواستار همکاری برای کشف آنچرا که بر آن نام جنایات مجاهدین خلق ایران گذاشته بود شد و خواسته بود که برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس سایت این انجمن www.habilian.com مراجعه کنم. من هم به سایت مذکور مراجعه کردم و دیدم که از الف تا یای مطالب آن به حمله علیه سازمان مجاهدین خلق ایران اختصاص داده شده. داستان‌هایی از زبان افرادی نقل شده که نمی‌توان فهمید که این حرف‌ها واقعی یا ساختگی است. به خصوص که نحوه تحلیل وقایع هیچ گونه انسجام و همخوانی بین این داستان با داستان دیگر و حتی در همان داستان وجود ندارد. به این سازمان هابیلیان پاسخ دادم که اگر وقایع و حقایق ثبت شده دارید، من موافقم که در تحقیق درباره جنایات مجاهدین خلق ایران همکاری کنم. تا چند روز پاسخی به پیشنهاد من داده نشد، تا اینکه مقاله دومم را تحت عنوان گردهمای ایرانیان در پاریس، رفراندوم مردمی برای رد رژیم آخوندی که در ارتباط با گردهمای 70 هزار تن از ایرانیان در ویلپنت پاریس بود، در تاریخ 16 ژوئن گذشته منتشر کردم. بعد از آن در تاریخ 28 ژوئن از همین انجمن هابیلیان نامه‌ای با آدرس همان ایمیل برایم رسید. ابو مطر در ادامه مطلب به محتوای این نامه اشاره کرده و در پاسخ به نامه هابیلیان این طور می نویسد: اولا به درخواستی که من از آنان در رابطه با افشای جنایات رژیم ایران کردم، در نامشان نه آن را تایید کرده و نه رد کردند، بلکه با فریبکاری موضوع را دور زده و از دادن پاسخ به آن تفره رفتند. آنان می نویسند: درباره آنچه که جنایات رژیم ایران نامگذاری کردید، ای برادر عزیز، ما فکر نمی کنیم که حتی یک بار هم به ایران آمده باشید تا اینکه امور را با چشم خود ببینید. نویسنده معروف فلسطینی ابو مطر می نویسد: در این نحوه طرح موضوع از سوی هابیلیان یک نوع حماقت دیده می شود که به نوعی احمق شمردن مخاطب نیز می باشد، زیرا نظام های دیکتاتوری که جنایات خود را در خیابان ها و در روز روشن انجام نمی دهند تا یک توریست و کسی که برای یک دیدار دو سه روزه آمده آن را ببیند. تمام الى ایران منظمه هابیلیان هي احد جزء المنظمات الطلعات الايرانيه عامله في العراق بالذات في المناطق الشيعيه اللي من كربلاء الى حد البصره، فتستغل هؤلاء الناس باسم الدين وباسم المرض. عندنا مثل بعض الشيوخ اللي موجودة، ناس طلعت من كربلاء ما عندها أول مرة سافرة، ثاني مرة أمورها المادية محدودة، من راحت أول مرة والثانية والثالثة جو راكبين سيارات، جو أمورهم المادية اختلفت. فهي شغلة معروفة من المنظمات الإرهابية اللي تعمل بغطاء ديني في العراق. أبو مطر در إدامة مقالهش می نویسد: کدام زیبایی و کدام دموکراسی؟ کارنامه این رژیم در اعدام و کشاندن مردم بر روی زمین و سنگسار از کثیف‌ترین کارنامه‌ها در جهان است. امری که به خوبی بیانگر علت فرار سالانه هزاران ایرانی برای پناهندگی سیاسی در کشورهای اروپایی و آمریکایی است، به نحوی که ایرانیان متقاضی پناهندگی را در بالاترین درصد نشان می‌دهد. راستی چرا این ایرانیان از زیبایی و از این بهشتی که هابیلیان از آن صحبت می‌کند فرار می‌کنند؟ و
ولكنهم هناك يستخدمون أساليب السياسة مع أخواننا العراقيين من أجل تغطية الجرائم التي دمرت العراقيين من قبل هذا النظام الجائر والحاقد على الشعوب وخاصة الشعب العراقي، وذلك من الواضح أنهم يريدون بأن يعني يطلبون أن دين المعارضة اللي في داخل العراق اللي هم منظمة مجاهدي خلق ونطالب بطردهم من العراق، وهذا لا يجوز. هؤلاء محميين من قبل اتفاقية جنيف وضيوف على الشعب العراقي، وبالذات هم السد المنيع أمام هذا النظام. احمد ابو مطهر در انتهای مقاله با اشاره به تجربه خود به سایر نویسندگان نسبت به ماهیت انجمن حابیلیان هشدار می‌دهد و می‌نویسد: از انجمن حابیلیان برحذر باشید. این تنها یک نامگذاری فریبنده بر روی شعبه‌ای از شعب وزارت اطلاعات ایران است و هیچ ربطی به حابیل که به دست برادرش قابیل کشته شد ندارد، بلکه خودش قابیل است و مسئولیت بسیاری از عملیات دیدبانی و تحقیق که منجر به دستگیری و کشتار بسیاری از افراد شده را بر عهده دارد و باعث خانه خرابی و بدنام کردن کسانی می‌گردد که با پذیرش این دعوت به خانه دیکتاتوری استبدادی و اشغالگر و توسعه طلب ایران پا گذاشته و خود را گرفتار کند. پس از قابیل که خود را پشت عشق و درد حابیل پنهان می‌کند بترسد. هي منظمات غير إنسانية، منظمات إرهابية بالعراق، لأن هم تدخلهم في العراق تدخل إرهابي. من يقول إرهاب هم إرهاب، لأن هم عايشين في بلدهم وإحنا عايشين في بلدنا. فکر میکنم با مقاله‌ای که قسمت‌هایی از اون رو شنیدیم، ماهیت این به اصطلاح کانون حابیلیان برای بسیاری از خوانندگان عرب زبان روشن شده باشه. اما سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که